بسیار کمی هست برای چنین مذاکراتی که میدونیم به هر حال مذاکرات سنگین و پیچیده‌ای خواهد بود. این معنیش این هستش که آقای بارزانی در واقع شرط غیر ممکن میگذاره؟ سه روز کوتاه درست فرناز، اما باید در نظر بگیریم که مذاکرات از خیلی وقت پیش شروع شده بود و هیئتی هم دوباره قرار از اربیل به بغداد بره. چندین بار این هیئت به بغداد رفته و هیئت‌های از بغداد به اینجا اومدن اما به نتیجه نرسیدن. شرطی که آقای بارزانی گذاشتن برای اینکه متوقف کنن فعلا، یعنی به تعویق بندازن همه پرسی رو، خودش میتونه غیر ممکن باشه از نظر بغداد، چون در نهایت درخواست آقای بارزانی اینه که باید راهی ایجاد بشه که تضمین بشه که کردستان به سمت استقلال کاملش خواهد رفت. معلوم نیستش که بغداد به همچین چیزی چه جوابی بده، جواب مثبت بده یا نه، اما آقای بارزانی گفت اگر بتونیم با بغداد به نتیجه برسیم، روز 25 سپتامبر به جای همه پرسی جشن برگزار میکنیم. این رو هم باید در نظر بگیریم که فشارهای بین المللی به شدت بر روی کردستان عراق زیاده. هیئت‌های زیادی از اطراف کشورهای اطراف و کشورهای دیگه بزرگ مثل آمریکا و بریتانیا به اینجا اومدن، در حاشیه UN مقامات کردستان عراق دیدارهایی دارن و گفته میشه که ترکیه و فرانسه هم دارن بر روی طرحی کار میکنن که اربیل رو راضی بکنن به اینکه این همه پرسی به تعویق بیفته، اما فعلا این طرف دارن پافشاری میکنن که اون شرطی که میخوان به جا نیومده. خب حال هوا چطور هست؟ مردم چی میگن؟ تو اونجا با مردم صحبت میکنی، اونها چی میخوان؟ خب این جوی که اینجا ایجاد شده خیلی شور و هیجان داره. ما مثلا امروز به کرکوک رفتیم که با وجود تنش‌های کوچکی که دیشب پیش اومد، البته به کشته شدن یکی از پیشمرگه‌ها انجامید و به هر حال یک تنشی رو ایجاد کرد بین ترکمان ها و کرد های بخشی از کرد های کرکوک، ولی جمعیتی که امروز جمع شده بودند در حمایت از همه پرسی چشمگیر بودند. شهر پر از پرچم های کردستان عراق شده بود. من تا الان کرکوک رو واقعا اینطوری ندیده بودم که این همه پرچم کردستان عراق رو نصب کرده باشن در هر طرفش، و خیلی ها به ما میگفتن که حاضر نیستن عقب نشینی بکنن و امیدوارن که آقای بارزانی هم عقب نشینی نکنه. بعضی ها البته میگفتن که اگر آقای بارزانی تصمیم به عقب نشینی بکنه باز هم حمایتش خواهند کرد. اما فرناز، گروهی هم هستن که کلن معتقدن که الان وقت مناسبی برای این همه پرسی نیست. ما سری زدیم به سلیمانیه و خیابونای اربیل و صحبت کردیم با جوانها و حرفای اونا رو شنیدیم که چرا میخوان نبگن یا چرا آره. پرچم جایی را میفروشد که خیلی ها اینجا با آرزوی کشور شدنش گرده هم آمدند. میگوید خدا حافظ عراق. این گوشه ای از حال و هوای یک هفته اخیر اربیل است. طرفداران استقلال کردستان عراق هر شب در جایی از شهر اینطور حمایتشان را از همه پرسی نشان می‌دهند. تجمعی که در آن نسل‌های مختلف را می‌توان دید. دیلمان با مادرش اینجا آمده و می‌گوید دلیل حمایتش از همه پرسی فقط امروز و حال کردستان عراق نیست. وکو ایم کرد بازاریلم هنگه اپکن کدوی چندی سال نخوشی و ما همه در این جشن ها شرکت میکنیم، چون بعد از سالها زندگی در شرایط سخت و آوارگی و جنگ با داعش چنین فرصتی رو پیدا کردیم. به عنوان یک دختر کرد دوست دارم کشور خودمون رو داشته باشیم. اگر الان هم این چیز رو عوض نکنه، مطمئنم نتیجهش برای نسل های آینده خیلی مهمه و موفق تر میشن. رویای کشور اما فقط محدود به کردستان عراق نیست. کرد هر جایی که بخواد باشه، چه کردهای سوری و چه کردهای ترکیه یا هر کردی، همه پشتیبان این حرکتیم. من به عنوان یک کرد سوری مثل بقیه کردها آرزوم اینه که یک کشور داشته باشیم. جز پرچم کردستان عراق،
اینجا یک پرچم دیگر هم به چشم می‌خورد. اسرائیل فعلا به نظر تنها حامی بین المللی این همه پرسی است. اما بعضی اینجا امیدوارند که بقیه کشورها به خصوص کشورهای همسایه هم از این حرکت پشتیبانی کنند. من خودم به عنوان کرد اینجا یه مدتی هم ایران زندگی کردم و رابطه خوبی هم داریم به عنوان دو تا کشور همسایه و دوست ندارم به هیچ گونه این رابطه ها خراب بشه و همونطور که قبلا بوده همونجوری ادامه بدن به رابطه هاشون و گویا بعضی از کشورها همسایه خانه نیستن که ما به عنوان یک کرد مثلا کشور یا دولت خودمون رو داشته باشیم، ولی خب ما هم مثل همه همسایه‌هامون دوست داریم یه دولت آزاد باشه. مشابه این گرد همایی ها در بیشتر شهرهای کردستان عراق در جریان است، اما در این شهر سلیمانیه وضع فرق میکند. ما همراه گروهی از جوانان این شهریم که میگویند مخالف این همه پرسی هستند و برای این کمپین راه انداخته اند. ما با این رفقا داریم میریم پارک تا با مردم صحبت کنیم و بهشون بگیم الان وقت خوبی برای همه پرسی نیست، چرا که وضعیت منطقمون فعلا مناسب نیست. واسه همین ما میریم به نوبه خودمون چند نفری رو به سمت خودمون بکشیم و بهشون بگیم برای چی در وضعیت فعلی نخیر بهتره. کمپین فعلا نه در سلیمانیه که دومین مرکز مهم کردستان عراق به حساب می آید راه افتاده. فعالانش می گویند حالا وقت مناسبی برای این همه پرسی نیست. این جوانهایی که به نخیر رای میدن با همه پرسی در حال حاضر موافق نیستن. ما نمیگیم هیچ موقع برگزار نشه. منظورمون اینه که خیلی مونده تا به این خواسته برسیم. حکومت کردستان عراق خیلی کارها رو نکرده. ما مطمئنیم که این حکومت نمیتونه دولت کردی مستقلی درست کنه که قدرت روبرو شدن با مشکلات رو داشته باشه. برای همین فعلا میگیم نه. گردانندگان این کمپین به گفته خودشان در تلاشند که به دور از هیجان استقلال طلبی جنبه های منفی این همه پرسی را به مردم گوش زد کنند. گرچه کفه ترازو در افکار عمومی به سمت رأی بله سنگین است، این کمپین هم در بین مردم هوادارانی دارد. تو دوست نداری خونه خودتو داشته باشی؟ دوست نداری ماشین خودتو داشته باشی؟ دوست داری مستأجر باشی؟ هر ماه بیان ازت اجاره بگیرن؟ تا الان هیچ کردی رو ندیدم که دوست نداشته باشه کشور مستقل کردستان تشکیل بشه. اون کسی هم که میگه نه مثل من، مخالفتش برای مشکلات دیگه است، برای فسادیه که در ساختار قدرته. وگرنه کسی نیست که بگه نخیر، نخیر برای فساد. رأی من و ماها مهم نیست، بله ها هم مهم نیستن، چون حتی آمریکا هم با این همه پرسی مخالفه و هیچ حمایت بین المللی وجود نداره. به نظر من نخیر خیلی بهتره و باید با بغداد دوباره به توافق برسیم و مثل دوتا برادر زندگی کنیم، چرا که اگه همه پرسی برگزار بشه خیلی چیزها اتفاق میفته. ایران، ترکیه، همه برای اقدام علیه این منطقه منتظر نتیجه همه پرسی هن. یعنی همون لگه دنی خواهد تشکیل رو بتمه نتیجه هم رفراندوم. بعضی البته در کردستان عراق فعالان این کمپین را خیانتکار خواندند و آنها را متهم کرده اند که از جایی پول گرفته اند. من نخیر رو با رأی شخصی خودم انتخاب کردم مثل بقیه دوستان. اگه مسئله پول یا خیانت بود من اینجا داوطلبانه کار نمی کردم. اگرم همه پرسی برای مستقل بودن باشه، برای الان میگم نه خیر، نه برای همیشه، چون بر این باوریم که این همه پرسی اصلا برای آینده و مستقل بودن کردستان نیست و فقط نفع بعضی گروه ها مطرحه. با همه اینها به نظر میرسد در مقابل شور و هیجان موافقان استقلال و همه پرسی که بیشتر شهرهای کردستان عراق را فرا گرفته، صدای آنها که نه میگویند چندان شنیده نشود.
نفیسه